همراه میشیم با نگین شیراقی، روزنامه نگار از لندن. خانم شیراقی، بعد از روسیه و چین با قراردادهای طولانی مدت 20 تا 25 ساله، حالا نوبت به ونزوئلا رسیده. اساساً دو کشور هرچی تحریم ها تشدید شد بیشتر به هم نزدیک شدن. این همکاری های جدید رو شما چطور میبینید؟ من این همکاری ها رو در راستای همون همکاری هایی میبینم که در 20 سال گذشته وسعت گرفته و شدت گرفته و در حقیقت ماهیتش اینه که سپاه پاسداران و نیروی قدس که داره این قراردادها رو با ونزوئلا و دولت مادورو میبنده. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی قبلا افتاده، میبینم که جزئیات این قرارداد منتشر نشده، اما بر اساس اون اتفاقی که تا حالا افتاده میشه حد زد چه اتفاقای دیگه ای قراره بیفته. ما میدونیم که ونزوئلا مرکز شبکه سازی نیروی قدس در آمریکای جنوبیه. ما میدونیم که مثلا از طریق ونزوئلا بوده که بحث کمک مالی به انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین و به دنبال اون اینکه خانم فرناندز پرونده آمیا رو توافقنامه امضا کرد که ایرانی ها رو مثلا پیگیری نکنن، از با کمک ونزوئلا انجام شد. میدونیم که مثلا همین حالا در مرز ونزوئلا و کلمبیا مستشاران ایران و روسیه حضور دارن که دارن در اونجا عملیات نظامی رو به نیروهای ونزوئلایی یاد میدن. میدونیم که پولشویی گسترده‌ای از طریق ونزوئلا و آمریکای لاتین داره برای دور زدن تحریم ها با کمک برای ایران انجام میشه. میدونیم قاچاق مواد مخدر از طریق ونزوئلا شدت گرفته و حالا کمکی که ونزوئلا داره میکنه اینه که راه ایران رو به کارتل های مکزیک باز میکنه. اینا رو هی میگم میدونیم، به این دلیل که من برای فصل دوم پادکست گوتنات مشخصا روی سپاه و نیروی قدس روی آمریکای لاتین هم کار کردیم و اطلاعاتی که در این زمینه هست به شدت زیاد. شما در پروژه کاسان را تو برنامه خودتون هم صحبت کردید، اون فقط یک نمونه به قول انگلیسی ها سر کوه یخه. بسیار روابط پیچیده ایران و نیروی قدس ایران و ونزوئلا در این سالها گسترش پیدا کرده. مثلا میدونیم که 2000 پاسپورت ونزوئلایی صادر شده و کاراکتر یعنی شخص هویت سازی به صورت مشخص شده که اینها شناسنامه ونزوئلایی دارن، گواهینامه ونزوئلایی دارن، همه امکانات ونزوئلایی، ولی افرادی هستن که به حزب الله لبنان، گروه‌های حمایتی ایران در عراق و همینطور با ایرانی‌هایی هستن که اومدن این پاسپورت‌ها و هویت‌های ونزوئلایی رو گرفتن که بتونن هر جای دنیا بدون هیچ مشکلی سفر کنن. می‌دونیم که بانک‌های ونزوئلا تسهیلات ویژه به ایرانی‌ها میدن. می‌دونیم که از طریق ونزوئلا ایران با جمهوری‌های دریای کارائیب توافقات گسترده داره. می‌دونیم که پروازهایی که انجام میشه برای حمل و نقل پول و مواد مخدر از طریق ونزوئلا خیلی‌هاشون ارتباط انجام میشه. وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم، میفهمیم که در نهایت کاری که ایران داره در ونزوئلا انجام میده در حال حاضر برای اهداف نظامی نیروی قدس بیش از هر چیزی. آره، ممکنه کنارش قراردادهای کشاورزی هم انجام بشه، یه کارخونه هم ساخته بشه، اما هدف اصلی اون مقادیر بزرگ نفت در برابر طلاییه که جابجا میشه و شبکه سازی که برای نیروی قدس داره انجام میشه. اما همین هم به تنهایی همه ماجرا نیست. شاید بهتره یه قدم عقب بریم و نگاه کنیم که چه اتفاقی داره در ونزوئلا و آمریکای لاتین میفته. وقتی به روابط ایران نگاه میکنیم، میبینیم 4 کشور در آمریکای جنوبی هستن که برای ایران مهمن و توش حداقل حضور داره به نحو مشخصی. کوبا، نیکاراگوآ، ونزوئلا و همینطور بولیوی. در میان کشورهای دیگه جهان روسیه هست که روی همین 4 کشور تمرکز خاصی داره روی آمریکای جنوبی. در کنار اون چین هم وام‌های جزء کشورهای آمریکایی. دقیقاً سوال منم خانم شیراقی همین بود در بخش دوم، که اساساً این کشورها چرا اینقدر به آمریکای لاتین علاقمند شدن؟ این مجاورتش با ایالات متحده شاید یکی از دلایلش باشه. دقیقاً نکته درستی اشاره کردیم، مجاورتش با آمریکاست. یعنی برای روسیه به عنوان ابرقدرت و چین مهمه که در آمریکای جنوبی نفوذ گسترده‌ای داشته باشن و بتونن برای آمریکا دردسر ایجاد بکنن. در کنار اون ایران هم این وسط مثل سرباز این دو ابرقدرت شده. مدل قدرتش مدل اونها نیست. در نتیجه می‌بینیم که مثلا پوتین قاسم سلیمانی رو احضار می‌کنه و بهش امریه میده که چطور در مورد آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی تصمیم بگیره و چه کارهایی انجام میده. در حقیقت ایران سرباز روسیه و چین شده در آمریکای جنوبی با شبکه سازی هایی که در طول سالهای متمادی انجام داده بوده و حالا داره اون استراتژی ها رو پیاده میکنه در عمل. سپاسگزارم از شما نگین شیراقی، روزنامه‌نگار از لندن، با ما همراه بودید.